أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بزرگان و اشراف زادگان مصر، امروز و در این ضیافت تیغ تیز چاقو و پوست نازک ترنج بین ما قضاوت خواهد کرد. از شما تقاضا می کنم زمانی از ترنج ها میل کنید که من اشاره می کنم. این یک مهمانی مخصوص است، بعداً دلیل آن را خواهید دانست. مهمانان عزیز، ترنج هایتان را می بفرمایید. یوزارسیف داخل شود. Thank you.
راستی او بزرگ و زیباست. زیباتر از او را ندیدم. به خدایان میمانست. او انسان نیست، رب النوع زیبایی است. برده ای که قصد مراوده با او را داشتم دیدید، من قصد او کردم، اما او پاک دامنی پیشه کرد. شما فقط یک بار او را دیدید و این چنین انان از کف دادید، اما من هر روز او را میبینم، هر روز در پیش چشمان من خود نمایی میکند. اگر شما به جای من بودید چه میکردید؟ او ملکیست که تجسد زمینی یافته، شاید نمونه ای از انوار آسمانی است که بر زمین تابیده. گویی موجودی آسمانی وجود زمینی یافته. شاید یکی از رب النوع هاست که خلقه بشری پوشیده. او از ارباب انواع است، آمده است به زمین تا آدمیان را به پرستش خود وادار کند. به خدایان که زلیخا حق دارد، این یوزار سیف که ما دیدیم یک بشر معمولی نیست. همه اینها یاوه است، او هم بشری است مثل همه ما. حال از شما میپرسم، آیا بار ملامت چنین ملک رخ فرشته خویی را کشیدن خطاست؟ آیا باز هم ملامت هم میکنید و گمراه هم میخوانید؟ نه، اقرار میکنیم که زلیخا معذور است. بنمامی ما زنان مصر خطا بوده. همین را میخواستم ثابت کنم. خداوندا همه گناهکاران را هدایت کن، مرا از شر این شیاطین نجات ده. مهمانی امروز به همین منظور بود. میتوانید بروید. همه چیز را دیدم، نیازی به توضیح نیست. تو میخواهی چه نتیجه‌ای بگیری؟ نتیجه برای شما روشن نیست؟ کاملا روشن است. تو میخواهی بگویی چون زنان مصری با دیدن یوزار سیف بی اختیار دستهای خود را بریدند، تو نیز مجازی که خود را تقدیم یوزار سیف کنی؟ تو عمل خود را با عکس العمل زنان خوشگذران و عیاش مصر مقایسه میکنی؟ اینان مثل تو، تو مثل آنان. چرا خود را با زنان پاک دامن مقایسه نمیکنی؟ چند تن از زنان مصر را پیدا کنید تا پیام مرا به یوزار سیف برساند. بانو، بهتر نیست این قائله را خاتمه دهید؟ ما نگران آینده شما، اعتبار و آبروی جناب پوتیفار هستیم. این فضولی ها به شما نیامده. به هر ترتیبی که می توانید پیام مرا به یوزار سیف برسانید. به او بگویید یا باید در مقابل خواسته های من تسلیم شود،
یا او را به بند و زنجیر کشیده حقیر و ذلیلش خواهم کرد. به او بگویید حال که پرده های شرافت و آبرو دریده، این جنگ را تا انتها ادامه خواهم داد. کدام یک از زنان را برای این ماموریت مناسب میدانید بانو؟ من چه میدانم؟ هر یک از کسانی که جرأت و شهامت سخن گفتن با یوزار سیف را داشته باشد. پروردگارا، اگر کید این زنان را از من نگردانی و نیرنگ اینان کارگر شود، من از زیانکاران خواهم بود. این منصفانه نیست. زلیخا تو را به زر خریده و مهر تو را سالها در دل پروریده، روانیست که فرمان او را نبری و در حق خود ستم کنی. عاقبت این نافرمانی جز بند و زندان نیست. یقین بدانید که هرگز تسلیم زلیخا نخواهم شد. اگر با او موافقت کنم، حق تعالی را مخالفت کنم. بسیار خوب، پس یکی از ما را اختیار کن. بیشک شیفتگی ما کم از سوختگی زلیخا نیست. شما چقدر فرومایه اید. وقتی بانو زلیخا را که بر من حق مالکیت و نعمت است در گناه اطاعت نمی کنم، شما بیگانگان را اطاعت خواهم کرد؟ چهره دلنشین و مهربان شما نشان از قلبی مهربان دارد. شیفتگان خود را رنجاندن رسم بزرگان نیست. اگر بار دیگر تقاضای باطل خیش را تکرار کنید، قید ادب و احترام را زده با شما با زبان لعن و اهانت سخن خواهم گفت. ظاهرا جناب یوزرسیف خود را برای هر گونه مجازاتی آماده کردند. یقین بدانید که نه ما و نه زلیخا از خواسته خود دست بر نخواهیم داشت و اگر لازم شود مجازات بند و زندان را هم برای جناب یوزرسیف اعمال خواهیم کرد. هدیه‌ای از طرف بانو. پرورده دامان نبوت به روبه بازی و نیرنگ سازی شهوت پرستان فریفته نمی شود. همای بلند پرواز آشیانه خالق سرمد در دام زاغ و زغن گرفتار نمی کردد. درود بر عالی جناب یوزرسیف. هیچگاه برای من تعظیم نکن ممی سابو. من عادت کردم حالی جناب. از کودکی به من آموختند که در برابر بزرگان تعظیم کنم. آن بزرگی که همه باید در برابر او تعظیم کنند من نیستم. او به راستی لایق تعظیم است. چه میخوایی؟ چیزی نمیخواستم. چی میخواستم بگویم؟ میخواستم بگویم که این زنانی که از اتاق شما بیرون آمدند به نزد بانو زلیخا رفتند. طبیعی است. آنها از طرف بانو زلیخا مأمور بودند که مرا وادار به تمکین کنند. حال رفتند که عدم موفقیتشان را گزارش دهند. راستی نمیسابو، تو میدانی این دستمال ها برای چیست؟ اینها را چرا زیر پا انداخته اید؟ اینها نشانه علاقه است. هر کس بخواهد به کسی ابراز عشق کند، از این دستمال ها به او میدهد یا برایش میفرستد. اما شما اینها را زیر پا انداخته اید. ای کاش کسی هم گوشه چشمی به ما نشان میداد، دستمالی برای ما میفرستد. خب میفهمم. یعنی باید بروم. بسیار خوب، حرف زیادی هم نزنم. خب اما آلی جناب، این رسم رفتار با زیبارویان نیست.
گوسفندی رام نمی شود. اگر سنگ بود نرمش می کردم، اما یوزار سیف از سنگ هم سخت‌تر است. تلاش بیفایده است، با او به نتیجه نمی رسیم. خب شما می گویید چه کنم؟ یعنی هیچ راهی ندارد؟ یوزار سیف باید زندانی شود، این تنها راه است. زندان؟ شاید در کنج زندان قدر و قیمت دولت سرای شما را دریابد. طعم زندان را که چشید به پاس خلاصی سر در قدوم شما خواهد گذاشت. ولی من نمیتوانم، زندان اون را از من دور میکند. بالاخره شما میخواهید این سرسخت رام شود یا نه؟ این یک تنبیه است، زندانی موقت برای شکستن مقاومت یوزار سیف. زندان غرور او را خواهد شکست. تسلیم که شد آزادش میکنیم. یوزار سیف را به اتاق هفتر بخوان. جناب پیشکار، بانو زلیخا شما را احضار فرمودند. برویم. درود بر بانو زلیخا. درود بر پیشکار جوان و زیبای ما. هنوز هم نگاه از ما دریغ می‌داری یوزار سیف؟ شما را به اینجا فراخواندم تا بار دیگر تقاضای خود را تکرار کنم. چون این تقاضایی نکنید، چون پاسخ همان است که بود. هنوز از من رنجیده خاطر هستی؟ از بابت آن روز پوزش می طلبم. من حاضر به گناه نیستم و شما به خواسته خود نمی رسید. می دانی که زلیخا با پاسخ نب بیگانه است. من تو را دوست دارم و برای رسیدن به تو از هیچ تلاشی فروگذار نخواهم کرد. تا آنجا که مرا در آتش دوزخ بیفکنید. آتش دوزخ؟ نه، اما در بند چرا؟ مجبورم نکنید. دست بردارید بانو، بیش از این خود و مرا شهره شهر نکنید. جناب پوتیفار که به ما بدی نکرده، حیثیت او را بیش از این به بازی نگیرید. شما را برای نصیحت اینجا نخواندم. ظاهراً قصد اطاعت ندارید. بسیار خوب، می توانید بروید، اما بدانید از این پس زلیخا به جای قلب تکه‌ای سنگ در سینه خواهد نشاند. بروید. این لحظه برایم بتر از زندان شده. مدام در انتظار توته و دسیسه به سر میبرم. مدام نگران تهمت و افترایی تازه هستم. تو که قصد تمکین و اطاعت از زلیخا را نداری، خب فرار کن، من نسیاریت میکنم. آن وقت با فرار خود که همین یه تهمت ها را تایید کردم. خب نزد فرمانده با امنهوتپ برو، او حتما یاریت میکند. چرا امنهوتپ؟ بیشک خداوند من از امنهوتپ خیلی توانه‌تر است و همکنون ناظر احوال من است.
از جناب پوتیفارم کاری ساخته نیست؟ او فهمید زلیخا مقصر است. چه اقدامی کرد؟ باید کاری کنیم. آنها تهدید به زندان کردند. تا دیر نشده باید کاری کرد. من زندان را دوست‌تر می‌دارم از گناهی که این زنان مرا به آن می‌خواند. من به خداوند قادر و توانا پناه برده و صبر پیشه خواهم کرد و منتظر حوادث آینده خواهم بود تا خداوند چه پیش آورد. پایی نمانده که پیش نگذاشته باشم، رازی نمانده که از دل برون نینداخته، نیازی نمانده که ابراز نکرده باشم، پرده ای نمانده که ندریده، نازی نمانده که نکشیده باشم. تو بگو چه کنم. زنان اشراف مصری، همانان که دشمنان دیرینم هستند، چاره کار را در بند و زندان می دانند. از آنجا که درد شما و زنان اشراف مصری مشترک است، درمان هم مشترک خواهد بود. من هم بند و زندان را تایید می کنم. بسیار خوب، اقدام می کنم. از امروز یوزارسیف چهره دیگر از زلیخا را خواهد دید. رخساره روشن عشق در زلیخا به چهره سیاه نفرت بدل خواهد شد. آلی جناب، ایشان آپوپیس، سفره‌دار مخصوص فرمانروا آمنهوتپ هستند. خدایان تو را حفظ کند. ایشان از پیروان راستین آمون هستند. من ایشان را همیشه در حال راز و نیاز با آمون دیدم. این روزها آمون خدای بزرگ ما غمگین مدتی است که دستهایی بر علیه او توطئه می کنند و قصد نابودی آمون رو دارند. دیگر پیروان او غافل شدند و از او حمایت نمی کنند. ولی من هنوز کسانی را می شناسم که با تمام وجود آمون را می پرستند. تعدادشان هم کم نیست عالی جناب. من نگرانم مبادا همین تعداد باقی مانده نیست پراکنده شود. متاسفانه همه خبرها را نمی شود به مردم گفت، چرا که مایوس کننده است. البته جناب کیمونی مطالبی در مورد آمنهوتپ و پوتیفار فرمودند که باور کردنش کمی سخت است. ابتدا ما هم باورمان نمی شد، ولی اکنون با خبر شدیم که آمنهوتپ سوم به پوتیفار دستور تجهیز نیرو دادند تا به معبد بتازد و آمون و پیروانش را نابود. آلی جناب، از شما چه پنهان؟ من هم احساس کردم که فرمانروا آمنهوتپ با آمون و کاهنان معبد میانه خوبی ندارد، اما نمیتوانم باور کنم که دشمن آمون باشد. آخر میدانید او مقام نیمه خدایی دارد، او خود فرزند خداست. همین دردناک است و گناه او را سنگین تر می کند. او که باید خادم خدایان باشد، خائن به خدایان از کار در آمده است. اگر موفق شود به وسیله پوتیفار کافر و بی ایمان به معبد بتازد، هم آمون را از بین خواهد برد، هم پیروانش. پس باید کاری کرد. چرا جناب آنخماها دستور تجهیز نیرو و مبارزه با آمنهوتپ را نمیدهند؟ در آن صورت آیا هزاران نفر از مردم بیگناه به کاهنان معبد کشته نخواهند شد؟ نه، من نمیتوانم مرتکب چنین جنایتی شوم. در نهایت چه؟ نمیشود که دست روی دست گذاشت. من فکر میکنم باید بلای جلوگیری از کشت و کشتار و دفاع از آمون باید عوامل اصلی جنگ افروزی را نابود کرد.
اول آمن بوده، دوم پوتیفار. ما به دنبال کسی هستیم که این امر مهم را انجام داده، موجبات خوشنودی آمون را فراهم سازد. نه من نمیتوانم، من نمیتوانم آلی جناب، نمیتوانم یک خدا را بکشم. او مقام نیمه خدایی دارد. نه اصلا از من بر نمیاد. نمیتوانم. تو خود میدانی که من کاهن اعظم همه معابد آمون هستم و مقام نیمه خدایی دارم. از تو میپرسم، آیا جرم کسی که از خدایان است و با خدایان دشمنی میکند سنگین تر از افراد معمولی نیست؟ نرسانی، تو با این اقدام مقدس هم آمون بزرگ را از نابودی نجات داده ای، هم جان هزاران نفر انسان را. جان خود من چه میشود؟ همسر و فرزندان هم چه میشود؟ هیچ خطری تو و خانوادت را تهدید نمی کند. انجام این کار بسیار ساده است. من طریق اون را به تو خواهم گفت. تو چرا میخواهی همچنان سفره داری ساده باقی بمانی؟ تو چرا نباید خزانه دار یا رئیس کشاورزی مصر شوی؟ من خزانه دار رئیس کشاورزی مصر به اضافه صدها سکه طلا که تا پایان عمر تو را از هر گونه زحمتی بی نیاز خواهد کرد. دقیقا فرمودید چند سکه طلا؟ 1000 سکه کافی است. دو هزار سکه. آخر می دانید من در قصد دوستی دارم که باید او را با خود همراه کنم. به هر حال اگر 2000 سکه شود مانعی نیست. باید از ثروت عظیم آمون برای حفظ او استفاده کرد. مالی جناب، اگر به هر دلیلی موفق نشدیم یا گرفتار شدیم، آنگاه به سر همسر و فرزندانم چه می آید؟ در صورت گرفتاری، اگر از رابطه خود با من یا کیمونی و بزرگان معبد سخن نگویی، همسر و فرزندانت در پناه آمون خواهد. و اما اگر کلمی به زبان بیاوری، خانواده و همه بستگانت به نفرین آمون گرفتار شده و نابود خواهند شد. آلی جناب، بانو زلیخا قصد ورود دارن. این برده کنعانی علی رغم دستور شما ماجرای آن شب را برملا کرده. باز چه نیرنگی در سرداری؟ بی پرده بگو. ظاهراً نمی‌دانید این خبر تا چه حد ما را رسوا کرده است. همه جا نقل مجالس شده که عزیز مصر مراوده برده‌ای را با همسر خیش دیده، اما نادیده گرفته. نه بند و زندانی، نه کند و زنجیری و نه حتی ضرب و شتمی. تو از من می‌خواهی که بیگناهی را در بند کنم؟ اولاً بیگناه نیست، راز برملا کرده. ثانیاً منظور من اقدامی ظاهری و کوتاه مدت است. مثلا چه اقدامی؟ او را زندانی کنید. بیشک در بند کردن یوزارسیف دهانهای یاوگو و نمام را میبندد.
تصمیم عالی جناب چیست؟ نیاز به کمی تعمق دارم. شما بروید. پاسخ برای بعد. این عروس؟ این عروس کجایی؟ اینجا هستم آفوفیس. چه شده؟ به دیدار یک دوست آمدم. اشکالی داره؟ تو معمولاً به ندرت اینجا میایی. اتفاقی افتاده؟ نمیدارم چه بگویم و از کجا آغاز کنم. گاه انسان به دیدار یک دوست قدیمی نیاز دارد. نیاز به درد دل، نیاز به یار و مددکار. از من چه کاری ساخته است؟ میدانی نروس، من انسان معتقدی هستم و نمیتوانم اهانت به خدایان را بپذیرم، مخصوصا اهانت به آمون بزرگ را. در این خصوص من و تو مثل یک دیگریم. کسی به آمون اهانت کرده؟ آری، تو هم او را میشناسی و بارها اهانت و بی‌اعتنایی او را به آمون دیده ای. گمان کنم فهمیده باشم. فرمان روا آمنهوتپ را میگویی نه؟ بارها با یکدیگر شاهد بی‌حرمتی او به آمون بوده ایم. چه باید کرد؟ به هر حال او فرمان رواست و ما مجبوریم سکوت کنیم. ای کاش فقط بی‌حرمتی میکرد. میخواهد علیه آمون اقدام کند و تومار آمون پرستان را در هم بپیچد. خدایان رحم کنند. اگر حقیقت داشته باشد جنگ بزرگی به راه خواهد افتاد. هزاران نفر کشته خواهند شد. تو اگر به توانی مانع این کشتار بشوی و آمون بزرگ و کاهنان معبدش را نجات دهی، این کار را خواهی کرد؟ البته، اما جلوگیری از جنگ کار امثال من و تو نیست. مانع به هم ریختن لشکرهای آمون و آمنهوتپ نمیتوان شد، اما مانع صدور فرمان جنگ میتوان شد. منظور خود را واضح تر بگو. ما چگونه میتوانیم مانع صدور فرمان جنگ از طرف آمنهوتپ شویم؟ همین ذهن مرا به خود مشغول کرده است. من برای پیدا کردن راه حل نزد تو آمدم. راه حل؟ مثلا چه راه حل؟ من بروم جلوی دهان آمنهوتپ را بگیرم که فرمان جنگ صادر نکنه. جلوی دهان او را نمیتوان گرفت، اما برای همیشه که میتوان بست. به خدایان سوگند که دیوانه. بس کن، بس کن. هیچ معلوم هست چه میگویی؟ عقلت را از دست داده ای؟ دیوانه شده ای یا از جانت سیر شده ای؟ این عروس، مگر تو نگفتی دلت میخواهد مانع سقوط آمون و کشتار مردم شهر تبس شوی؟ ها؟ آری، اما این که راه حلی است. آمنهوتپ خود مقام نیمه خدایی دارد، مگر میتوان او را کشت؟ نه، آمنهوتپ مقام نیمه خدایی ندارد. اگر از خدایان بود علیه آمون و معبد مقدس اقدام نمی کرد. چون این اقدام بزرگی نیاز به تفکر دارد. بدون مقدمه نمیتوان اقدام کرد. چگونه میتوان آمنهوتپ با آن همه محافظ و سرباز و با آن قدرت عظیم را به این آسانی که تو میگویی از میان برداشت و کشت؟ چرا که نه؟ مایه آن چند قطره زهر است. نه لشکر لازم دارد، نه زور بازو. من نمیتوانم علیه هیچ خدایی اقدام کنم. اگر به گفته تو آمنهوتپ از خدایان باشد، پس جرم او سنگین‌تر است. من به این فکر میکنم که اگر یک خدا از بین برود، بهتر است که همه خدایان و هزاران نفر از مردم شهر کشته شوند. من معتقدم باید بیشتر فکر کرد. باید بیشتر فکر کرد.
عجله کار عاقلانه ای نیست. وقت کم است. اگر همین فردا آمنهوتپ فرمان حمله به معبد را صادر کند چه؟ میدانی چه فاجعه ای به بار می آید؟ با این حال باز تا فردا فرصت داریم. بگذار امشب را فکر کنم. من فردا باز می آیم. اگر تو هم کاری نکردی خود به تنهایی می توانم از این فاجعه بزرگ جلوگیری کنم. تو فقط سکوت کن. ها؟ سکوت. همین. اگر موفق نشدیم چه؟ اگر او که فرزند خداست به رازمان پی برد چه؟ اگر موفق شدیم پوتیفار و افسران مصر ما را زنده خواهند گذاشت؟ بر سر همسر و فرزندانمان چه خواهد آمد؟ اگر آپوپیس تنها اقدام کند و وقت مرا شریک جرم معرفی کند آن وقت چه؟ نمیدانم چه باید کرد. نمیدانم چه باید کرد. این عروض کیست؟ چه میخواهید؟ خدایگان آمنهوتپ شراب میخواهند. حتما همینک میآیم. جناب یوزارسیف عالی جناب پوتیفار شما را احضار فرمودن. چه شده؟ مگر برای اولین بار است که جناب پوتیفار مرا به حضور می‌خوانند؟ بعد از ماجرای شما و بانو زلیخا آری اولین بار است. شاید مسئله مهمی باشد. نگران نباشید، من با وجود خداوند بزرگ از کسی بیم ندارم. تو گفتم ماجرای آن روز را فراموش کن و جایی نقد نکن. یوزارسیف ناسپاس نیست، خود را مدیون شما میداند و میتواند نسبت به آیش شما با تفاوت باشد. نقد کرده ای یا نه؟ میدانید که من این کار را نمی کنم. پس چگونه همه مردم شهر آگاه شدند؟ تنها فرد حاضر در آنجا من نبودم. میدانم که بهانه میگیرم. درمانده ام که با تو چه کنم؟ هم تو را دوست می‌دارم هم دشمن. من نیز مستعجل شدم. این قصر با همه بزرگی و زیبایی برایم تنگ و تاریک شده. تحمل دسیسه‌های مدام زنان و نیش کلام ساکنان قصر را ندارم. زلیخا از من خواسته تا تو را زندانی کنم. تو چه میگویی؟ ناخواسته در حق من نیکی کرده است. منظور تو را نمیفهمم. زندانی شدن من هم به نیش و کنایه بدخواهان پایان خواهد داد و هم زمینه فراموشی بانو زلیخا را فراهم خواهد کرد. علاوه بر آن کاهنان نمی توانند شما را به هم فکری با یک بیگانه متهم کنند. من نیز از این دام های زنان مصر نجات خواهم یافت. براستی تو زندان را به آزادی ترجیح می دهی؟ هیچ کس زندان را دوست ندارد. اما چاره چیست؟ فعلا زندان تنها راه حل است. باید به قصر آمنهوتپ برم. بعداً در مورد تو تصمیم خواهم گرفت. بگو عرابم را حاضر کنم.
آروس، تو را چه می شود؟ رنگ بر چهره نداری؟ نه عالی جناب، نه نه چیزی نیست، من حالم خوب است. آپوگریس؟ این عروس را چه می شود؟ حالا هیچ خوب نیست؟ چیزی نیست جناب فرمان روا، کسالتی مختصر دارد. شما غذایتان را میل کنید، بفرمایید. غذا نخورد، مسموم است. خائن کثیف، شراب تو مسموم بود نه غذای من. جناب فرمان روا، او بود که به من زهر داد تا در شراب شما بریزم. بسیار خوب، هر دوی شما از قضا و شراب بخورید، اگر نه همینجا در کاسه سر هر دویتان شراب خواهم نوشید. من در شراب شما زهر نریختم جناب فرمان روا، مطمئن باشید. نوبت توست، بخور ببین چه طعمی داره. همه را بخور. دیدی چگونه این عروس شرابش را سر کشید؟ بخور. خیانت در قصر خودمان به ما سوء قصد میشه. گردن آنها را بزنید، باید به سزای خیانتشون برسن. فرمان خداوندگار من مطاع است، پیشنهاد میکنم دست بگیرم. دست بگیر دارم؟ به آنها فرصت میدهی؟ نه عالی جان، باید بیشتر تعمل. پیشنهاد میکنم تا پیدا شدن همدستانشان صبر کنیم. عالی جناب، قطعا اینها از جایی دستور گرفتن، این کار خودسرانه نیست. من شخصا از آنها بازجویی خواهم کرد. بسیار، مطلب را پیگیری کنید و به اطلاع ما برسانید. منتظرم.
خب تعریف کنید ببینم ماجرا از چه قرار است. اول تو بگو آقا بیز، چه کسی یا کسانی از تو خواستن تا زرد در جام فرمان روا و خانوادش بریزی؟ هیچ کس. من خودم تصمیم به این اقدام گرفتم. چرا؟ خدایگان آمنهوتپ چه بدی به تو کرده بود؟ برای اینکه شنیدم جناب آمنهوتپ به شما گفته به بنبد آمون حمله کرده و کار کاهنان معبد و خدایامون رو یک سره کنید. شنیدی؟ از کی؟ یا چه کسی؟ از کسی نشنیدم. خودم شنیدم. پشت در ورودی قصد ایستاده بودم، شنیدم. دروغ میگویی. من مخصوصا پشت در ورودی را دقت کردم تا مبادا کسی استراق سم کند. بسیار خوب، بعدن حقیقت را خواهی گفت. خب تو بگو. من خبر ندارم. روز گذشته آپوپیس به من گفت که آمنهوتپ قصد دارد توسط شما آمون و معبد شهر تپس را نابود کند. او از من خواست در تنگ شراب فرمان روا زهر بریزم، ولی من نریختم. دیدید که زهر را نیز به شما تحویل دادم. آیا کسی دیگری با تو تماس نگرفت؟ یا تو ندیدی کسی با آپوپیس تماس بگیرد؟ نه ندیدم. من جز آپوپیس کسی را ندیدم. اینها را اینجا پیدا می‌کنم. هر چه زودتر مخفیانه و کاملا پوشیده به طوری که شناخته نشوند به زندان زاویرا منتقل کنید. سیاه و سفید، آزاد و بنده، زن و مرد، همه انسانند و یک خالق همه را خلق کرد. کسی را بر دیگری برتری نیست مگر به میزان انسانیت و خصال پسندیده. کاری ماما معمولا به میان برده ها نمی آید. حتما کار مهمی پیش آمد. می توانم تنها با شما صحبت کنم؟ بانو زلیخا نزد پوتیفار رفته تا برای شما تقاضای مجازات زندان کند. تا فرصت باقی چاره‌ای بیندیشید. مثلا چه کنم؟ کافیست گوشه چشمی نشان دهید، همه چیز درست می شود. شیطان از زبان تو سخن می گوید. شیطان شما زنان را بر من گماشته و تخم کینه مرا در دلتان کاشته. پس تا شیطان را اطاعت می کنید ستیز ادامه دارد. مرا هیچگاه مطیع نخواهید یافت. اگر خداوند شر اینان را از من نگرداند و مرا در کنف اسمت خویشتن شاند، معلوم نیست عاقبتم به کجا خواهد انجامید. او چه میگفت؟ اصلا از تو چه میخواهد؟ بگذار من برایت بگویم. یوزارسیف یا باید زلیخا و زنان مصر را برگزیند یا زندان را. از زنان به خدا پناه برده و زندان اختیار خواهم کرد. مهنت زندان اگرچه طولانی شود عاقبت به سر آید، اما کسی نمیداند که زناکار از آتش دوزخ کی به در آید. کدام آتش؟
تو خود را به زندان میافکنی؟ تو از شر یک آتش واهی نجات یابی؟ هیچ عاقلی ندیده که مهلت زندان را بر زیبا رویان ترجیح دهد. جناب رودامو، چه شده رودامو؟ گرفته و غمگینی؟ بالاخره پوتیفار دستور زندان مرا صادر کرد. گفتی عاقل ندیده ای که چه؟ هیچ عاقل ندیدم که مهرت زندان را بر همنشینی با زیبارویان ترجیح دهد. برویم رودام، گره از ابرو باز کن که یوزارسیف از این واقعه غمگین نیست. این یکی رو می آورند. همه اکتون باز می کردم. چه اتفاقی افتاده؟ بالاخره بانو زلیخا کار خود را کرد. یوزارسیف را به زندان میبرند. من آمادم. ما میدونیم شما بیگناه هستید. شاهد کوچک، تو با آنکه به درستی قضاوت کردی ولی باز هم را به زندان می‌برم. من راضی به رضای او هستم. شاید تقدیر این است. مراقب باش. فرمانی دستورات ارباب همین است. از قضا چون اطاعت فرمان رب الارباب کردم این گونه مبتلا شدم. او هر که را بیشتر دوست بدارد بیشتر رنج دهد.
ما چگونه رنج دوری شما را تحمل کنیم؟ نگران نباش، زندان برای من خلاصی و نجات است. من معبود خیش را شاکرم که از زندان این قصر نجاتم. رئیس زندان زویرا کیدامل نام دارد که دوستان من است. نگران نباش. بهترین دوست من نیز در زندان زاویرا است، همان که کیدامن را به وجود آورده. اصلا نگران نیستم. حرکت کن. درود بر عالی جناب هرم هو. سپاسگزارم. جناب هرم هو چرا خود را به زحمت انداخت؟ دستور جناب پوتیفار بود. باید شخصا می آمدم. دست نگه دارید. ماوه.
این دو ساقی و خانسالار فرمانروا آمنهوتپ هستند. اینا روس و آپوپیس. هیچ کس نباید با اینان تماس بگیرد. نامشان را هم برای کسی نگویید. و اگر کسی سراغ اینان را گرفت، بلافاصله به جناب پوتیفار خبر دهید. در ضمن، زندانشان هم باید از دیگر زندانیان جدا باشد. اطاعت عالی جناب. می توانم بپرسم جرمشان چیست؟ سوء قصد به جان آمنهوتپ و خاندان. ممکن است کسانی در صدد کشتن آنان برایند. کاملا محافظت کنید. سعی کنید ناشناس بمانند. اطاعت عالی. اینان را ببرید. زندان انفرادی. او را به زندان فرستاده. جناب رودومان فرمودن شرافت زندانی که برایتان فرستاده از همه انسان‌ها بالاتر است. رودومان رئیس محافظین قصر عالی جناب پوتیفار؟ بله، همینطور است. نام زندانی یوزارسیف و مشاور سابق عالی جناب پوتیفار است. میتوانی بروی. زندان جای تو نیست. چه شد که گذرت به اینجا افتاد؟ به جرم نافرمانی از ارباب خیش. اینجا فرمانبرداری و اطاعت را خواهی آموخت. هرچه می نگرم به بندگان و بردگان نمی مانی. مایوسم نکنید. امیدوارم بنده خوبی باشم. در نهایت معلوم می شود. فقط تأکید می کنم با زندانیان زاویرا درگیر نشوید. موجودات خطرناکی هستند. او را به زندان عمومی ببرید. طوق و زینتالات او را گرفته و زنجیر به پایش بزنید.